سلام دوستای نهایت گرامی، امیدوار هستم که خوش صحت و سر حال باشید در هر گوشه و کنار دنیا که به سر میبریم. دوستای نهایت گرامی، باز هم در خدمت شما هستم و شما خوش آمدین به چینل یوتیوب سید زبیر نصیب. دوستای نهایت گرامی، همونطور که ما برای شما قبلا وعده کرده بودم که در ویدیوی بعدی در رابطه به تال گپ میزنم و پیش ازی در رابطه به تال و لای گپ زده بودم، مخصوصا زیادتر در سر لای. پیشتر از او درست زیادتر ما در باره سر برای شما تشریحات داده بودم. امروز دوستای عزیز در رابطه با تال ما برای شما اتر یک تکنیک یا اتر یک ترک را یاد میتم دوستای عزیز، که حتی اگر شما بول یک تال هم نفهمین، نام یک تال هم نفهمین، شما او را بسیار به آسانی بتانین که خود به امرای از تال بلای بسازین. دوستای عزیز و گرامی، همونطور که ما برای شما در درس قبلی تشریحات داده بودم که تال در اوایل از چک چک زدن لای از در اوایل، اولین بار که در شرق لایگیری را شروع کردن و آموختن، وقتی که شعر می نواختن در وزن شعر اونا چک می زدن که بعد از او بازو چک به دو تا چوب تبدیل کردن و به نام کف بود، که امروز ما شما میگیم کف بزنیم. اصلا کف زدن، چک زدن با دست از کف زدن امرای چوب میگن، که او دو تا چوب بود کورا به نام خادتالی میگفتن و امرای زو کف میزدن. اینال دوستای عزیز، امی چک زدن تا امروز اگر فکرتان باشه، مثلا یک آوازخان بیت میخوانه، شما ببینین که برش چک چک میکنن، اصلا اونمو کسایی که چک چک میکنن تمام از اونا لای میگیره دوستای عزیز. اگر اونا به لای چک چک کنن، شما باور کنین که بعض وقتا خواننده همچنان لای تبله را اعلام میده و سنده چک چک به لای ها میره و به لای میشه. اینال دوستای عزیز، ما شما را بسیار یک سر آسان یاد میتم که مثلا شما چه رقم امیلای یاد بگیرین. انگامی که مثلا یک آهنگ شما پلی میکنین، وقتی که چک چک برزو میکنین، مثلا یک تبله رو ما برای شما پلی میکنم، اینمی چک زدن را که من میزنم دوستای عزیز، اینمی است گرفتن لای دوستای عزیز. اینال شما اگر هیچ نامم و تالم نفهمین، که در بعدا ما برای شما تال، هر تال که در موسیقی لایت و موسیقی آماتور امروز استفاده میشه، ما کلش یکا بر شما جداگانه کار میکنم، ولی برای شما خودتان امی بهترین یک ترک از دوستای عزیز، که اگر یک تال خدا کنه دن بگوید، تا بگوید، تون بگوید، تت بگوید، امی هرچی که بگوید، شما یک تال چطور میتونین که اگر هیچ دمی تبلام نفهمین، شما لای از او را بگیرین. امی هر تال که دوستای عزیز، اگر 6 بر 6 باشه، 4 بر 4 باشه، 4 بر 12 باشه، امی هرچی باشه، شروع میشه از 1 2 3 4. اینمی 1 2 3 4 که شما پیشتان حساب کنین دوستای عزیز، بسیار آسان است که شما بسر شوید. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1. در هر تال که باشه دوستای عزیز، شما اگر این پیش خود حساب کنین، حتی اگر مثلا یک دختر یا یک زن که هیچ دمی تبله نمیفهمم، میتونه که بلای باشه، ولی اونمو ضرب شما باید پیدا کنین. و همونطور که در درس قبلی گفتم، ضرب اول سم میگن، و بعد از او هر باره که دمونجا میخوارستم. و یکی دوستای عزیز پر خالی در طبله چی را میگن در نواختن طبله؟ مثلا بعض تالا نواختن میشه 1 2 3 4 5، پنجش خالیست 1 2 3. اینال وقتی که شما دوستای عزیز لایا میگیرین شما در قصه پر خالی نشین، چون بعضی آهنگا از خالی ورداشته میشه، بعضش از پر. شما اونمو چک چک 1 2 3 4 که بن امرایش پیش برین شما مثلا میتونین. حالا باشین دوستای عزیز ما براتون یک تال دیگر پلی کنم. یک دو سه چار، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. این حال دوستای عزیز باشین که این دنبوره را من اگزره پخش کنم که بسیار از طبله که دیگه بلندتر است. این حال مثلا دوستای عزیز ما بر شما یک تال مغولی را پلی. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3. به همین شکل دوستای عزیز مثلا اگر او تال پیش میره مثلا یک قرصه که براتان 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. میتونین 4 چکان بزنید. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2. این حال باشین دوستای عزیز ما براتون مثلا یک تال دیگر پلی کنم. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. خلاص دوستای عزیز به همین شکل ارتال را که شما پلی کنین، اینم 1 2 3 4، شما میتونین که او را لایشه بگیرین. هیچ که نفهمین که نام تال چیست. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. این حال اگه تیز میشه یک دو سه چار، اون خودش گفته میره. 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. دیگه دوستای عزیز یک ترکیست که اگر شما مثلا هیچ نام تاله نفهمین، هیچ دقیقه از این نباشین که طبله نواز مثلا خودت تکت کام میکنه، شما فقط اونم 1 2 3 4 تانه که پیدا کنین اندازهشه، منتا اندازیش با اونم تال از او پیش بره، شما لایه میتونین بگیرین. دیگه ای بسیار یک ترک عادی و ساده لایگیری است دوستای عزیز که اگر شما هیچ در طبله هم نفهمین میتونین که لایه امرای طبله نواز بگیرین. دوستای عزیز یادتان نره که ویدیو را شیر کنین، لایک کنین، و اگر شما ویدیو را شیر میکنین مثلا اما تو که ما برای شما مفت رایگان یک خدمت میتونم بکنم، و اگر شما میتونین میخواین که یک کار نیک حداقل در با وجود از این که همه کارهای شما کار نیک است، اگر میخواین که یک کار نیکتر کنین دوستای عزیز، اگر امیر شیار کنین یک 3 نفر دیگه که امی گپا را نفهمه، که اگر بفهمه شاید امو اگر خودش بشرمه دعا نکنه، قلبش شاید دعا کنه. من میبینم ویدیوهای مرا دوستای عزیز، دل من مثل یک بحر وارست، مثل بحر اقیانوس اطلس یا اقیانوس آرام وارست دل من دوستای عزیز. دل من در قصه از گپا نیست که یک آدم لایک کنه نکنه، ولی من میبینم که مثلا ویدیوهای مرا 200 نفر میبینه، از 200 نفر 12 نفر لایک میکنه. این گپا مهم نیست دوستای عزیز، غرور، بالا گرفتن، ای گپا در وطن ما و شما بسیار زیاد است دوستای عزیز. اگر ما و شما همی غرور و کبر نمی داشتیم، حال روزگار ما و شما به حال نمیشد دیگه دوستای عزیز. اگر ما یک آدم مثلا میره نوت میکنه، خوشش آمده، زیرش نشتره میکنه که او بیدر تره، والا ما از شما دیگه چیز نمیخوایم. این میره میخوایم که اگر وقتی که شما یک دوست دیگه تان خبر کنین و ایر شیار کنین، مثلا در فیسبوک تان یا یک جای دیگه، اونم یک برادر دیگه هم که ضرورت داره او هم یاد میگیره. اگر شما برای 3 نفر شیار کنین، 3 نیکی میکنین دیگه، خدا جان یارو مددگارتان. درس بعدی درس میباشه دوستای عزیز که من هر تاله امرای بولش بر شما کار میکنم که ای کدام تال است، و در هر تال برای شما 4-5 آهنگ سمپل احمد ظاهر کار میکنم. خدا جان یارو مددگارتان.